چی برام نمونده؟ شاهدی همیته؟ یعنی دو تا مرد اونجا نستن؟ چرا بودن؟ خب همونا بیا تا شهادت آدن. همون شو بود همون دوزیدن. تهمت مزه؟ خجالت بکش. یه زخم شاهده منه. آسنید بیا زیر. حیا بکن. همینه که 7 سال بارون نهونده. حالا می چه بکنم؟ بیدین تو خونت. زنی که شوش تو دریا غرق بوده حقش نی بوده سهرا نون خواه کجا در بیارم طلب و نوست گنجش بگی روزی زنونی مثل تو همه گنجش کنه تا کی؟ تا هر وقت جنازه شود از دریا بیاتن در اون وقت آزادی برای شو بکن من مسلمونم دین من این آگه به کار و دین تم نی توی جزیره حرف من حقه قاسم که خدا ترس نه آفتاب که به پیرنش بخواد زود پاکه بود عطا رو آب اون وقت مرد زن مرده زیادن بهترین بشینی تو خونه به چه زن مرده؟ یه جوان رعنا مثل پسر خودم هیده تو از اولشم باید هون داری خونه خودم خدا سزا شناده بداشت شاکنم برا امشور به نیت زار جابر تور بکنن دریا هرچی گیرتون ببد پونش امرو هم برد دیگه ببه بگه دعا بکن پار استخونی از او بینوا پیداش بشه دلم شبا سا
سر سالی بیاریش تو خونه. حالا شاید تا 10 سال دیگه پیداش نبود. زن قهته؟ مگر دروغ اگم؟ هیچ معلومه نی قربتی از کجا پیداش بودن؟ اصل و نسبش کن؟ دختو فامیل قهتن که توازن بیوه بگیری نه؟ جواب حرف مردم چرده هیدر؟ هیچه بدبختین؟ به پات میشینم تا هر وقت که ببو. شب است، باران می‌بارد، قهوه خانه ها بسته‌اند و دیگر هیچ سرپناهی نیست و من به تو قول دادم که تا 5 دقیقه دیگر برم. با این همه به دقیقه 6 فکر می‌کنم، به شانه های پشیمان تو پشت عن پنجره حیس. تو هنوز هم چه میگی؟ من حلوت میگم هتل باید کنار دریا ساخته میشه. نگران نباش، از طبقات بالای هتل میشه دریا رو دید. ضمن اینکه برای اکوتوریستا جذابیت تپه‌شنی مطمئن باش کمتر از امواج دریا نیست. پس باید روی پوسترهای تبلیغاتی بنویسیم استراحت در هتل 5 ستاره و گردش روی تپه‌شنی. چرا که نه، تو فقط مجسم کن قیافه زمینشناسای فرنگی رو که فسیل‌های کمیاب دریایی رو به جای دریا از زیر اون تپه‌های شنی بیرون میارن. ها؟ اگر که تو در میگی مرواریدم پیدا میشه. تو این جزیره هیچی بعید نیست. خب تا حالا به من بگو که کارتون شروع میکنید؟ راستش بعد از اعلام موافقت یکی دیگه از سرمایه گذاران امشب باش قرار دارم. کاش بوده. شکرن. پس ما را تو پیشرفت جریان کاراتون بذارید. ای به چشم. اینی صاف کلی هنده ما برم دنبال نامه. پشتی اون بایی نامه به سلامت. خب باید رفت شریک عزیز، اگرچه سرپناهی نیست. خدا حافظ. تو چی کار میکنی؟ چرا یه سامونی به زندگیت نمیدی؟ دلم میخواد دفعه بعد که دیدمت کنار یک زن بمیری. نگران من نباش. بی امان الله. ممنون. راستی اون قضیه؟ لا تو فقط به اون دقیقه 6 فکر. هلا الله. هیچی امرام نیست. بیا تا ماشین. کجا؟ تا پارکینگ. ابی ندار، مهمون ما باش. بیا علی. Thank you.
جزیره به قد ماهیون دریاش دختر رخته، هفتاش فقط داخل خونه خودم. حالا مامت خودو پلو خودم بگه امه جان نواز زن بگیره، اون وقت ببین چه دستگلونی سر رات چینم که نتونی انتخاب بکنی. بگه مثلا بره پیش زار جابر بگه شونه بز بکردانه تو آتیش به اسم هر دختی که ترکی. عمر خوهرامش مکو هیدر، ای قربتی اگر خیری شسته تا حالا یه پار آستخون از شوش پیدا بودن. به تو چه مربوطه؟ صد بار گفتم از این زهرماری ها نزن به صورتت، به کارت برس. حالا به فرض که این هتل هم ساختی، اما اون ننه مرده هایی که میان وسط این بیابون فکر اشغالشونو کردی؟ خوشم اومد همینه. مطمئن باشین اون توریست هایی که همچین جایی رو انتخاب میکنن بیشتر دنبال محیط های طبیعی هستن، یه جغرافی های بدوی، نه این که شما میفرمایید. عجب حرفی میزنی مهندس. اگه حسابای شما درست از کار در نیومد تکلیف پول من چیه؟ اگر تو کار من نیست تو همین الان میتونی بگی هستی یا نه. بده به من اون قلمتو. همه اینایی که گفتی درست، اما مهندس جان آدمی زاده و اشغالش تو سامنه جب آتی ہے ایک درد جگا جاتی ہے سرشوی ننازو بیده هونده کار دشتده خونش ده شنه هون افهمی چی شگو؟ شگو ایشا گردد سر زهر که بو مود خو خیصت کن اتا سر راه دختش یک کمی نصیحتش بکن. اگر کاکاوش بفهمن آتش بپا کنن. خوش آمد. اولین چکشو حواله کرد. اصلا بهش نمی اومد که اینقدر خوش حساب باشه. عجب جونوریه. فکر نمی کنم اصلا خوندن نوشتن بلد باشه. خوندن نوشتن میخواد واسه چی مهندس؟ این بابا کشتی رو با بارش وسط دریا معامله میکنه. دستشو دیدی؟ بعید میدونم مادرزادی باشه. مادرزادی چیه؟ مگه جریان نمیدونی؟ بومی ها اینجا اگه کسی دزدی کنه و زیر بار نره
دستشو میکنن توی روغن داغ، اگه بیگناه باشه که دستش نمیسوزه. خب اگه گناهکار باشه چی؟ وقت دستش مثل دست رفیقمون میشه سخاری سخاری. راستی بچه ها اثر زمین تماس گرفتن، گفتن با این کپرنشینه مشکل داشتن، میخوای با یه مأمور برم همچی؟ نه نه اصلا با مأمور این حرفا موافق نیستم، خود برو یه جوری حلش کن. چی کار داری میکنی؟ لیدی خانم باشه باشه، شما باشی باشی، دست مال خودتو، همه یه جزیره مال خودتو. دیوونه، تعجب میکنم چطوری گذاشتی یه زن بلا رو سرت بیاره. اون که زن نیست، افریته است، قربتیه. من که میگم شوهره برای اینکه از شر اون خلاص بشه خودش انداخته تو دریا. خیلی خب، حالا تو هم اینقدر سخت نگیر، اونم بالاخره تو این شرایط واکنشش طبیعی بوده. این دفعه با یه پرچم سفید برو، یه چیزی هم بهش بده. اون ماده ببری که من دیدم، اگه یه قصرم وسط دریا واسش بسازی ها اجاش جم نمیخوره. ده اشتباه میکنه، هر مانعی رو میشه حرکتش داد به شرط اینکه اهرام مناسبشو پیدا. سلام. به چه اومدی اینجا؟ اینجا قراره یه هتل بزرگ ساخته بشه، شما مجبوری بری. کجا برم؟ یه جای دیگه، بیابون که زیاده. خب هتل برم همون بیابون که زیاده، اینجا خونه منه. خونه تو بود، حالا دیگه شده ملک من. ملک تو؟ کی گفته؟ نه اینجا تکون نخورو. وقتی بیان اینجا رو خراب کنن مجبور میشی اینجا رو ول کنی بری یه جای دیگه. به با کسی از جایرم که خوش منه آورده. کیه اون؟ شو شوهره؟ مگه نمرده؟ توی بفهمونشو من خومرم. به کی بفهمونم؟ به این مردم، به همه. آقای مهندس. سلام جانم. عمو کاظم. بله آقا مهندس. اگه جنازه مردی که تو دریا غرق شده پیدا نشه چی میشه؟ خدا اون روز نیار آقای مهندس، قطعی میاد، دریا خشک میشه. تکلیف زنش چی میشه؟ خب باید منتظر بمونه. شنیدم اونایی که تو دریا غرق میشن تومه کوسه ها میشن، پس منتظر چی بمونه؟ اگه زنش خوش نیت باشه کوسه خودش میاد ساحل. یه چیز دیگه، جسدی که از شکم کوسه بیرون میاد چطوری قابل شناساییه؟ شب قبل زاجابه ما خواب میبینه. Bye.
پسر جان چه خبره؟ موسی رو عذاب گرفتن. میشناختیش؟ ها پسر خالمه، فوتبالش حرف ندار. هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده. مادرشم راضی بوده؟ عشو 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 جفی عشو عقد شکنم شرطانم همیجا کی؟ هر چی زیده بهده تا به چه مجسمه بودی؟ باید بگرم پیجا الو بچه های دفتر فنی چند بار تماس گرفت؟ خب بگو کارشون رو شروع کنن. از اون لیدی مکبس رو چی کارش کنم؟ ببین اگه بخوای من میتونم یه جایی برات تهیه کنم. این آخرین فرصتته دیگه، منو اینجا نمیبینی. خوب گوش کن، اونایی که بعد از من میان حرف نمیزنن، فقط خراب میکنن. ما تو آباد کردی؟ مهندس جون به جام که داره دیر میشه، اون مهره تو بده ببینم. عجله داری؟ میخوام بزنم پای این مناقصه. اوضاع چطوره؟ تا اینجا که بد نبوده. همه چی بستگی به این داره که چطوری بتونی نظر هیئت مدیره رو تو تهران جلب کنی. او کاپشنم از تو ماشین بیار. چه خبر؟ جریان چیه؟ میخواد ازدواج کنه. پس بچه چی میشه؟ نوشته نگهش میداره. پس دیگه بهونه ای نداری. خودم وسط آستین بالا میزنم. میگم برای شروع لیدی مکبس چطوره؟ تو ماشین نبودی. رفتم بالای کفاشی رو دیدم، میگه مایر 20,000 تومن باید بدی. تازه برو موش. خب برم خونه ناخدا. رفتم میگه بذار دخترم بره کورت اون وقت بیا. اوکی هره وقتی که شوهرش اونجا کار پیدا بیا ای کارت هتلم.
فازلیگو اگه بره اوجا شای یه جای بهت هادم. یه وقتی هم باید ریخت و قیافت بلند نهی بره اوجا و سرباز درست بکن. با که کارت هسته؟ با سار بیجا. چه کارته؟ شما هستیم؟ با بره سر رو بچه بوده بره سر رو بچه پر بوده بره بیرون خدا بوده بیرون. چه خبره اونجا؟ سلام از کنم بالا. سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ ایشون تو هتل ول میگشته. با من کار داره. ببخشید خوب ما را شناختی آقا. قیافه آدم با معرفت فراموش نمیشه حتی اگه تغییر دکور داده باشه. نوکرتی. شما اینجا کار میکنی؟ نه من اینجا زندگی میکنم. چه خونه بزرگی داری؟ فقط یه سویتش مال منه. بگو ببینم نهار چی میخوری؟ من نهار خوردم. خب بازم بخور. من همسن تو که بودم روزی چند بار نهار میخوردم. در ضمن یاد باشه که من به تو بدهکارم. بدهکار نیستی، اون روز مهمونت کردم. خیلی خوب، پس منم امروز تو رو مهمون میکنم. حالا بیا بگو نهار چی میخوری؟ هرچی خودت بخوری. شما دوست داری من چی بخورم؟ چلو کباب. عالیه. دو پرس چلو کباب اساسی. خب حالا نگفتی که اینجا بالاخره چی کار داشتی؟ دنبال جای میگشتم که شبا تیش بخوابم و در جای کرایشم کار کنم. پس اهل اینجا نیستی ها؟ نه از گنابه آمدم. پدرت چی کار میکنه؟ ماهیگیر بود. الان کجاست؟ میسه زدش. حالا تو شدی نوناور خانواده. هرچی گیرم بیاد میفرستم بر اونا. چند نفرین؟ با مادرم 5 تا. من از زمین بزرگ دارم. وضع من بدتر بود رفیق. باید 7 تا رو سیر میکردم. پدر شما هم ماهیگیر بود؟ نه تو انبار کشتی ها هم مالی میکرد. یه روز با ایره جره سقیل برید و اون زین 50 تون بار له شد. بگذاریم بریم سر ماجرای تو ببینم چه کار میتونیم برات بکنیم. من خودم راستی جای مناسبی برات ندارم، ولی اگه قول بدی امانت دار خوبی باشی یه فکری برات میکنم. باشه؟ قول مردونه. ببینم پسر، اسم من نعیمه. هر که میخوای باش.
فقط اینو بدون سر ساعت 8 در بی خراب شده بسته میشه. این سر خر دیگه کیه؟ دردنش مرد بوده. همه از این سر این جمشیده واسمون به پا فرستاده. مهندس جان شما چرا به همین راحتی به همه کسی اعتماد میکنی؟ میدونی چقدر جنس تو اون انبار جمشید خوابیده؟ فقط به من بگو مشکلت چی؟ هیچ. مشکل من بی احتیاطی جناب علیه. آخه به ما چه مربوطه که نمیدونم لیدی مک بزنه بدبختیه؟ نشه. حرف دلتو بزن. مگه قرار نبود ما امروز خاک برداری رو شروع کنیم؟ عجله نه. ما وقت زیادی نداریم مهندس جان. شریک دست و خاری شما چندین بار تماس گرفته. میخواد پیشرفت کار رو بدونه. تازه عباس آقا پیغام داد آقا اگر لودر رو نمیخوای بفرستیم سر یه کار دیگه. تکلیف ما رو روشن کنی. حالا شما یه چند روزی دست نگه دارین؟ بالاخره میخواین چی کار کنین؟ میشنوم چرا داد میزنی؟ میگم یه چند روزی دست نگه دارین من خودم با طرف صحبت میکنم. این چند روزه همش تلاش نباشین. ما طبق قرارداد عمل میکنیم. پس ضرر زیان ما چی؟ خیلی خوب خسارتش هم با خودم. همه شو راضی بودن به جز مونس که مونس هم قبولی کرد. خودش چه؟ با که خدا هاشم چقدر تو اگر بتونی یا دیویسیونی بهم جور بکنی با این که اومد تمومه. کی توابری؟ هر چیز بیته بهتر. یه چند روزی بهم فرصت داده تا برات جورش کنم. اون سلط برگه بیار. چند باره ای تو ایگومه ای آشخالا رو به خودت نزن؟ همش کنه مدادم بود ما این یاده بلس بکن چه کار ست کنه؟ با عبوز سرم درد کار به کم بره هیچی بدتر از این که خونه آدم رو سرش خراب بکنه. قربون کریمه خدا برم این قاسم تا وقت زنده بود باعث عذاب ای زن بود. حالش هم که جنازش ازش دریغ میکنن.
کاش که پیدا شه بود. همش تقصیر خودته. چقدر بهتون گفت. حالا شویتاری کجا نرفته؟ هر وقت میام اینجا حس میکنم همون پسر بچه هستم که با خواهرش میرفت تو نخلستونای بهمنشیر به هیزم جمع کردن. خواهرم همهاش دنبال قاصدک ها بود، آرزو داشت یه روز قاصدک بشه، به قاصدک رها. میگفت اینجوری آدم هر جا دلش بخواد میره، اما نشد. مجبورش کردم با پسرموی مسلولم ازدواج کنه. 12 سالش بود، طفلک نتونست بیشتر از 2 سال دوام بیاره. همیشه افسوس میخورم چرا نتونستم کمکش کنم. چی کار میتونستم بکنم؟ فقط 10 سالم بود. 10 سال. برادری بکن تو که بخیل نبودی، بیا این جسد قاسم و پس جانه. اگر هم گرامیت ما بیا خو بیا این دستایی ما بیدم لام کوسای تو بگیرش بگیرش. ببخشید مهندس، بلیط تو حرکت بگیره فردا. خب خانم فردا ما بعد درصد بالای شرجی شما سر بشه. خود مهندس خیلی میگم باید لیدی مکبس سمبول خوشای خشم چی کار کنیم؟ لودر بمون اما راننده شما مرخص کن تا خودم برگردم. ای بابا مهندس خود دارم بررسی میکنم.
مهندس اینم بلیطت. جلسه فردا ساعت 9 صبح شروع میشه. ولی تو زودتر اونجا باش. معجزه لابی رو هم فراموش نکن. بهشون بگو واگذار زمین بنفرن. سلام جمشید جان. کدوم پسره؟ نه بابا امکان نداره. الان کجاست؟ ببین مهندس جون، اصلا مسئله پولش نیست. میدونی چقدر جنس اینجا خوابیده؟ بیا اینم دو برابر قیمتتون تلویزیون. باش کاری نداشته باشی. شما نباید بهش اعتماد میکردی. این چه جنوبریه اون؟ کجا سلام؟ خبر ندارم، وقتی زدنش در رفت. اذیتش نکنین. خره شیطون پیاده شو، نذاریم پروژه عقب بیفته. میدونی آقای مهندس چقدر گرفتاری داره؟ میدونی روزانه چقدر ضرر میده؟ میدونی اگر بخواد قانونی اقدام کنه 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه؟ منتاش دلش به حالت میسوزه. میگه زن بدبختیه، بیچاره است، نمیخواد اذیتت کنه. کی باید چیزی مگه؟ حقش اصلا همون روز اول یکی باید جلوی بوسا دن. زنی که تازه شوش مردن نباید به بهانه 4 تا بز بزن برای صحرا. اول یه سر برو پیش زار جابه. خبری ندن سکینه؟ چه میدونم؟ تو این خراب شده سگ باشی، زن نباشی، بی خود نیست که بهش میگن ناقص العقل. اگر عقل داشت مرد نمیذارید که قاتل جونش بشه. قربون خدا برم که به هر کس 2 مثقال مردی داد عوضش یه خلوان انصاف و ازش گرفت. خیلی خیره سر. چی آگو؟ اصلا گوش به همه چی نده. مگه گوشت همراهت نیست؟ یه مردان قریب هم که صحبت کنن. غیرت اما کجا رفتن؟ با مجازات بود. از کو پردی میکنیم؟ باید بسوزونیمه، خاکستر به باد هادیم. از این جدره بیرانش بکنیم. باید دریاش بکرد. باید شلاخش بدنیم. باید سنگساری بکنیم تا بقیه زن رو درس عبرت بگیرن. به گمانم یادم رفتن که خدا بخشنده و مهربانه. آدمیزاد جایز الخطان. این زن تنها، زن تنها هم مثل یک دشت بازمونه که هر سواریتون توش بتازنه. حالا خالو اگه همی زن شو بگن دور این دشت یک حصار محکمی کشیده بود، مگه نه؟ آقا فرمایشتون کاملا صحیح، اما کی حاضر با همچین زنی ازدواج کنه؟ من گیرمش. چنه؟ به چه خندی؟ حالا تو بخواد، ولی چیزی از قاسم تو دریا پیدا نبوده.
دست سر درد نکن. بیا. خب دیگه کارت نیمه مابرا. تو که جایید نیم. خب همجا بمون. نه تو فقط موازی بی وسایل رو با برا خواهر بیرم خونه یه جای پیدا کن. خب کجا میخوای بری؟ بلند بس بریم خونه ما. بلند بس. اینجا تو روز روشن آدم وحشت اکنتن. چه برسه به شو بش؟ عادت کنم. عادت کنی؟ یو ابینی نصف شوی از توی دل دریا عروس دریایی اتاتن بیرون و دست تا مگن با خودش بره دنبالش. بلند بس بریم خونه ما. اگر آتش روشن بشه ناتون بیر. خب از ما گفتن. پس مواظب باش خوبت نبرتن. کاری نیم دیگه؟ نه اگر من صبح دیر رسیدم حواس ببار خاله بشه. مگه خبر نیم چی بوده؟ چی بوده؟ پلس مشکه چند روز دیگه برن خونه حیدر. مگه جنازه قاسم پیدا بوده؟ نه ولی زار جابر یه خوابی دیدم. تو هم بهتره بره یه جای دیگه، یه جزیره دیگه. یه حرفونی پشت سرت زدم. چه حرفی؟ هیچی. خب کار نیم من دیگه هرم. چه حرفی؟ خمساتوان بشرم که گم بودن شکرون گردون تو. خانم برا قسم روغن برو بشین اونجا. ابو نفیه که کارش تموم شد بهش بگو خیلی احترامش کنید. حرمتش واجبه. این چرمش پوست آهوی بزرگی که به زار جابر در بچگی شیر داده و این دعاها تمامش با دستخط خود زار جابر نوشته شد. این دوتا سعف یعنی چوب نخل، این ناب، این ماده، این هم ریشه درخت. ها؟ وقتی که آفتاب غروب میکنه این مرد میاد دست این زن میگیره، میاد میشینه کجا؟ اینجا. مراقب باشید وقتی که این توق را گردنش میندازید نباید تا 7 روز چشم نامحرم به او بیفته، وگرنه از آه دل این مرد تمام نخلستان میسوزه. یادتون باشه یک تبر دست داماد بدهید. چشمت روشن. قاسم پیدا بودن. کجا؟ زار جابر خوابی دیدن مرغ دریایی یه تیک از استخون قاسم ای بردن براش. دلت صاف بکن. اگه 7 روز چشمت به نامحرم نکرد پاک بی، اون وقت خود حیدر اتات رو تبرد خونه خوده. از طرف فکرشم نمی کردم که اینقدر با همون همکاری کنم. گفتم که این 7 روز شانسیم. کی فکرشو میکرد به همین راحتی از شر لیدی مکبس خلاص شیم؟
باید یه سری بهش بزنم، شاید کاری داشته باشه. آقا رو انگار تو ناف پاریس زندگی میکنه، اون حسار دورش کشیدن که صدای هیچ نامحرمی رو نشنفه، چشم هیچ مردی بهش نیفته. از نعیم چه خبر؟ اذیتش که نکردن. نعیم کیه؟ همون پسری که فرستادم. آها، اون نوه ژان والژان رو میگی. چند دفعه اومد دنبالت. بچه‌ها رو دستش شرط بندی کردن. منظور چیه؟ بچه پرو رفته ثابت کنه که دزدی نکرده. کجا؟ پیش زارجابر. اون رفیق پنج سخره مولاته. خب تو چی میگی؟ میسوزه یا نمیسوزه؟ پیاده شو. واسه چی؟ گفتم برو پایین. باش. دم سپتاتا نار 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 حق عبو سبير نار 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 عيدام سپتاتا نار 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 حق عبو سبير نار نار نار. سير بقتلوا واحد. هل سرق ابو خوتي؟ دود اوغان به همه باد ها قسم تدم که امروز را سک بکنیم، اگه ایک چوک بیگناهن سرب باش و اگر گناه کارن آتیش آده. مادر، مادر، خونه زارجابر کجا؟ نه حپانه بوی بوی، حپانه میمی، حپانه میمی، حپانه میمی. Thank you.
مگه عصر حجره؟ پسرم، عزیز من، تو چی خیال کردی؟ مگه خدا بهت عقل نداده؟ چی خیال کردی؟ چرا این کارو کردی؟ کی مجبورت کرد؟ ها؟ کی مجبورت کرد؟ چرا تو باید خودتو بسپاری دست اونا؟ خوب شد؟ حالا چجوری میخوای با این دستت برای خانوادت نون بیاری؟ چجوری؟ من میخواستم بفهمم که دوزی فهمیدن؟ با خدا زیر قولم نزنم. میدونم. بعد چرا معجزه نشد؟ برای اینکه کسی که دستتو کرد توی روغن خودش به معجزه اعتقادی نداشت. تو باید درس بخونی. باید خیلی چیزا یاد بگیری. من باید پول بفرستم برای خانواده. میفرستی. نگران اونا نباش. Thank you.
که تمومه. به عبارتی عروس خانم میره خونه بخت، در نتیجه زمین ما هم آزاده. کجایی؟ کجایی منم؟ کجایی؟ صدای منم میشنوی؟ تو حالت خوبه؟ یه چیزی بگو، من نمیدونم چی کار باید بکنم. اگه نمیتونی حرف بزنی لااقل به این بگو. این منم، یه کاری بکن. با تو هم جواب بده. تو را خدا جواب بده. موا برم، موا برم. خب اون کسی را نداشت که ازش حمایت کنه، اما تو مجبور نیستی. برم، صبر کن، صبر کن. من کمکت می کنم. برم، از هیچی ندار، فقط بگو چی کار کنم. به جواب بده. با تو هم پس کوش آمد اون زنی که من می شناختم. کو یه چیزی بگو. تو که حیوان نیستی، هستی. میگم الانیم، الانیم. Thank you.
بده به هفته اون تا خونش قسمت بشه. زایر پس حیدر چی؟ ضربه اول باید اون بزنه با خنجر دومادیش تو جگرش. اگه دستش لرزید اون وقتی بکشینش. خونش حلاله. فرستادر شواد خونی بکت گردن همه لازمی نکرده خمشه کشم برو کنار حکتون این دنبال ما بیاین بیاد خاتون کاش در حق مردانگی نکرده شدی؟ آمدی به من بکشی؟ بکش! فقط اگه شرفت طوری به این بزن که دستت به جونم نخوره. مگه تو به ما شرف نهادی؟ نهادی؟ از اولش هم نداشتی؟ داشتی؟ تو چطور تونستی گردن کلفت دیگه سر اخ کنارمه بشون؟ به چاره یوم نهسته؟ آقام هم همینه ای گفت وقتی که منو با یه خرابزی کرد یه گفت زوره و بیشتر از تونه راستی گفت من فقط 5 سالم شابو بی فرق کند چه فرقی؟ تازه کار اون شرفیش هست با اون خربارش کشی نون خوشتری آوردم من تو چه؟ من از اون ناچارترم همون وقت عروسی خمون قاسم به پاش سنگی بسته میخواسته خود غرق بکنده تو دریا به جهنم اون رفیقم هسته
خدا به جون من نجات داد، به ما از طول به کوسه دری آورد. همیشه گفتن تلافی بکن. خب تو هم من قربونی کردی. اون توی میخواسته همه چه؟ فکر نت که من آدمو از اون وقتی که پام تو جزیرم نها همین کسو فقط تو بودی. همه خروبون به انتظارتی نشستم تا دریا بیای. تو قارتم که حالا بیا لکه این ننگم به دامن تو بکشم. آبرون بخن بکش دفعه همه ثابت رو کنی چقدر مردی. چای میکشم. صبر کن. اگه تو رو پیدا نکنن با اونم کاری ندارن.